2022 در لندن هستیم. جمعی از ایرانیان مستقل دور هم جمع شدن به مناسبت مراسم 40 مهسا ژینا امینی. با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی رو برای خانواده ژینا مهسا امینی گذاشته بود، دیدیم که امروز مردم از سراسر کردستان با پای پیاده به مزار مهسا ژینا امینی رفتن و این جمع رو می‌بینیم که پر از خشم و هیجان دور هم گرد هم اومدن و همبستگی خود خانواده‌های جانباختگان این 5 هفته اخیر اعلام کنند. این همه شور، این همه همبستگی در لندن بسیار بسیار بی‌نظیره و امیدوارم ما شاهد این همبستگی‌ها، گرد همایی‌ها هرچه بیشتر باشیم و درود می‌فرستم به کسانی که برای انقلاب زنانه دارن تلاش می‌کنن. من امروز اینجا هستم که اعلام همبستگی بکنم با مردم ایران، هموطنهای عزیزم. امروز 40 مهسای عزیز هستش و اینجا همگی جمع شدیم که از همدیگه حمایت کنیم، از ایرانیای توی ایران حمایت کنیم. ما اینجا هستیم که بگیم که ما پشت اومدیم، ما تنها نمیذاریم شما رو و به امید آزادی ایستادگی میکنیم. امروز 40 روز درگذشت شهید ژینا امینی هستش. ما ایرانیان لندن اومدیم دور هم جمع شدیم برای همبستگی با مردم داخل ایران و همبستگی با خانواده داغدار ژینا امینی و اینکه اعتراضات خودمون رو به تمام دنیا برسونیم، صدای مردم ایران داخل ایران باشیم و اینجا با شعارهایی که میدیم مردم لندن، کسایی که اینجا حضور دارن صدای ما رو میشنوند و اینجا خبرنگارها و شبکه‌های مختلف اومدن که ساپورت کنن صدای مردم ما رو و ما اینجا این که صدای مردم داخل ایران باشیم و تا براندازی جمهوری اسلامی ما صدای این مردم هستیم، میمونیم و ادامه خواهیم داد. جوانان شجاع وطنم که امروز دارن برای آزادی که حقشونه می جنگن تو خیابونه، جونشون رو میدن. این کوچکترین کاریه که ما میتونیم بکنیم، اینجا حضور داشته باشیم، صدامون رو به دنیا برسونیم، بگیم آزادی حق مردم ماست. امروز 40 مهسای 40 انقلاب ماه و ما باید پیروز بشیم و میدونم پیروز میشیم، چون مردم ما کوتاه نمیان. مردم ما خیلی شجاعن، خیلی خیلی صبور بودن این همه سال و دیگه کافیه و الان اومدن تو خیابونا دارن فریاد آزادی میخوان و من این گلا رو آوردم برای بانوان شجاع وطنم که امروز اینجا در حمایت از مردم ایران، از جوانان ایران که بگیم دیگه ظلم کافیه. جوانای ما رو میکشه. 14 جنایت، 14 مبارزات مردم ایران. هر چه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد. هر چه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد. هر چه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد. هر چه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد. هر چه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد. هر چه تبر زدی مرا از خیزش انقلابی ما گذشته. امروز 40 مهسا هست و تمام شهرهای ایران صحنه تظاهرات گسترده مردم. تهران، سقز، کردستان، بلوچستان، تبریز، مراغه، اردبیل،
شیراز، اصفهان. خیزش انقلابی ما راه‌های خودش رو رفته. چیزی که نیاز داریم باز هم اتحاد بیشتره. هر چقدر هم اتحادمون بیشتر بشه، قدرت پوشالی رژیم که سالیان سال به دلیل ترس بر ما حکومت کرده برملاتر خواهد شد. هیچ وقت در تاریخ 43 ساله‌ای که جمهوری اسلامی روی قدرته ما اینقدر نه متحد بودیم، نتونستیم در برابر استبداد فاشیستی جمهوری اسلامی ایستادگی بکنیم. خواهشاً از خونه‌هاتون خارج بشید، خواهشاً به صف معترضین بپیوندید. دوستتون دارم. با امید آزادی ایم. درود دوستان، املیا اسدی هستم. امروز 40 مهسا امینی، مهسا جینا امینی هستش و ما همه اینجا جمع شدیم ترافالگر اسکوئر برای اینکه اتحاد داشته باشیم و با مردم میهنم هم قدم بشیم. هدف ما همه آزادی هست، دور از تمام حاشیه ها. ما فقط میخوایم ایران آزاد باشه، کشوری آزاد با هم انتخاب پوشش، انتخاب مذهب، هر انتخابی در اون آزاد باشه برای بانوان کشورم که طی این 44 سال همش زن ستیزی، سرکوب و مین تارگت آپریشن بودن در دارم که روزی نزدیکی و همین زودی بتونیم توی کشور خودمون آزاد آمدیم. And they were listening. That is the reality that our men do not believe. That is the reality that our men are against though. And that is the reality we will want to topple out. Die with the dictator regime in Iran. Guess what, my people? The Iranian diplomats who are working for the Iranian embassy here are claiming asylum in the UK today. The same people who have diplomatic impunity are now trying to become dual nationals for the UK so that they can continue their radical, disgusting ideologies over here as free British people. And we say no to that. We say damn it that. We say UK government, shame on you. سلام، من رخساره هستم. ما اینجا جمع شدیم تا زنده بداریم یاد جانباختگان راه آزادی رو که با مرگ مهسا امینی شروع شد. و امروز 40 مهسا امینی هست که هممون خوب میدونیم، به خاطر اینکه این برای ما روز مهمی هست در فرهنگ ایران 40، و ما میخواییم این رو زنده نگه داریم و به مردم نشون بدیم که جانباختگان راه آزادی برای ما زندن و اینا نمردن، بلکه در واقع این عاشق ترین زندگان هستن. نه تنها مهسا، بلکه هزاران دختر و هزاران پسری که جونشون رو به خاطر ما، به خاطر آزادی قربانی کردن. نیکا شکرمی، سارینا علیزاده و هزاران هزار، حنان کیا، مینو حیدری، یحیی، هزاران نفر، صدها نفر آدم هایی که توی زندان هستن و اونها هم جونشون در خطر. و دانشجویانی که الان امروز 4 آبان در یادبود مرگ مهسا 40 اون در خیابون ها ریختن و نمیدونم دیدید یا نه، نیروهای در واقع گشت ارشاد همه رو در حال فرستادن پیاده نظاماشون هستن برای دستگیری اینها. بهشون مستقیما شلیک کردن، خبرهایی رسیده مبنی بر اینکه به دانشجوها توی چشمشون شلیک شده و جونشون در خطره و ما نگران آینده این دانشجوها و نخبه ها هستیم و به خاطر همون ما اینجاییم تا صدای اونا رو زنده نگه داریم. درسته که ما از وطن دوریم، ولی اجازه نمیدیم صدای شما خاموش بشه. ما اینجا از دولت‌های غربی میخوایم که بایستن در همبستگی با مردم ایران، به خاطر اینکه دیگه این اعتراض نیست و این انقلابی که داره اتفاق میفته. و ما در اینجا یک کمپینی را انداختیم
میخواد در همبستگی با مردم ایران بیزینس هایی رو شناسایی کنیم که حامی مردم ایران نیستن و ما اطلاع رسانی میکنیم که اینها آیا ما رو حمایت میکنن یا نه و اگه حاضر به حمایت نیستن ما همون رو حمایت نمیکنیم. مرسی. امروز چهلم مهسا ما نه به خاطر عزاداری بلکه به خاطر رو گرفتن حقش اومدیم اینجا اعتراض خودمون رو بگیم به مردم انگلیسی. امیدوارم که ایرانمون آزاد شه از دست این آخوندهای بی سواد بی همه چیز نمیدونم چی بگم کثیف‌ترین آدمایی که تو زندگیم میشناختم، کثیف‌ترین آدمای روزمی از داعشیان بدتر. این آخرین پیامه، هدف کل نظامه.